با ما همراه باشید. تصاویری از محل اقامت فوق لاکچری و اتاقی که رونالدو قرار توش اقامت داشته باشه با هم می‌بینیم. سلام دوستان، به کانال زرد تیوی خیلی خوش اومدید. خب همونطور که میدونید رونالدو و تیم النصر قرار امروز و فردا مهمان تیم پرسپولیس تهران باشن و توی دیداری که قرار سه‌شنبه در حاشیه مسابقات جام باشگاه‌های آسیا بین پرسپولیس و النصر عربستان برگزار بشه، رو در روی همدیگه قرار بگیرن. این اولین دیدار این دو تیم در باشگاه‌های آسیا هست و قرار برای اولین بار کریستیانو رونالدو به خاطر این بازی وارد ایران بشه. همونطور که توی ویدیوی قبلی هم گفتم، قرار رونالدو و تیمش با یه اسکورت خیلی ویژه تحت تدابیر امنیتی شدید وارد ایران بشه و هتل محل اقامتشون هم هتل اسپیناس پالاس در منطقه سعادت آباد تهران در شمال غرب تهران هستش. این هتل که یه هتل 5 ستاره و مجلل هست، با طراحی و معماری مدرن امکانات خاصی رو برای مهماناش ارائه میکنه. این هتل لاکچری در سال 94 افتتاح شده و جز هتل‌های جدید ایرانی به حساب میاد و میتونیم اون رو لوکس‌ترین هتل از مجموعه هتل‌های اسپیناس و حتی لوکس‌ترین هتل ایران به حساب بیاریم. این هتل 21 طبقه داره و در مجموع 400 اتاق و سویت مجلل و لوکس که هزینه اقامت توی این هتل از حدود 7 میلیون تومان برای یک اتاق یک تخته و برای یک شب شروع میشه تا سویت های لاکچریش که بیش از چند ده میلیون تومان هزینه اقامت یک شبش هست. جالب بدونید که چند ماه پیش هم روابط بین ایران و عربستان خوب شد و قرار شدش که مقامات ایرانی شرایطی رو فراهم بکنن که سفارت عربستان دوباره راه اندازی بشه و تا قبل از بازگشایی سفارت، مقامات سفارت عربستان به طور موقت در هتل اسپیناس قرار داشته باشند تا اینکه سفارتشون آماده بشه و یه طبقه کامل این هتل رو در قرق سفارت عربستان و کارمنداش قرار دادن که تا آماده سازی سفارت اونجا حضور داشته باشن. بعد از این چند ماهی که میزبان کارمندای سفارت بوده، الان قراره که میزبان یکی از تیم‌های عربستان باشه. گفته میشه دو طبقه کامل این هتل رو برای تیم النصر در نظر گرفتم و توی این دو شب قراره که تیم النصر توی این دو طبقه که در اختیارشون هست به صورت کامل حضور داشته باشن و هیچ کسی هم حق تردد توی این دو طبقه رو نخواهد داشت و به صورت کاملا مجزا از سایر بخش‌های هتل هست. حتی بازیکن‌های النصر به اماکن عمومی مثل رستوران یا باشگاه یا استخر هم دسترسی ندارن و توی این دو طبقه همه چی براشون تعبیه شده. رونالدو توی مصاحبه‌ای که چند روز قبل داشت گفتش که تا حالا به ایران سفر نکرده و خیلی مشتاقه که برای اولین بار قراره به ایران سفر بکنه و حتی غذاهای ایرانی رو تست بکنه که احتمالاً امشب به آرزوش میرسه و تو همین هتل اسپیناس اولین غذای ایرانیش رو تست میکنه. دیدار دو تیم عربستانی النصر عربستان و پرسپولیس تهران قرار فردا سه‌شنبه از ساعت 21:30 به وقت ایران در ورزشگاه آزادی برگزار بشه. به خاطر تدابیر امنیتی و همینطور مشکلاتی که ایجاد شده بود، این بازی بدون حضور تماشاچی برگزار میشه. حضور رونالدو و همتیمیاش در ایران تحت تدابیر شدید امنیتی قراره که اتفاق بیفته و عملا دیدار با رونالدو تو این دو روز سفرش غیر ممکن خواهد. حضور رونالدو و همتیمیاش تحت تدابیر امنیتی شدید اتفاق میفته و بازیه که با پرسپولیس هم داره بدون تماشاگر برگزار میشه. پس شما حتی اگه با ستاره های بزرگ جهان مثل راول، ژاوی، مالدینی و خیلی های دیگه که به ایران سفر کردن هم عکس یادگاری گرفتی، عکس با رونالدو رو باید کلا بیخیال باشی. چون اگر تصور میکنید که قراره یه مراسم استقبال و بعدش هم بدرقه برای رونالدو برگزار بکنیم و توی اونجا خیلی ها حضور دارن و شما هم میتونید یکی از اون خیلی ها باشید، این کار اتفاق نمیفته و قرار نیستش که اصلا تشریفات این شکلی داشته باشیم. چرا که تیم النصر با تمهیدات فوق امنیتی به ایران میاد و در هتل محل اقامت اونها که هتل اسپیناس تهران هست در منطقه سعادت آباد
حضور دارن که خب یه هتل خیلی لاکچری در ایران به حساب میاد و مجلل ترین هتل ایران. اما بریم سراغ برنامه حضور بازیکنهای النصر توی این چند روزی که در تهران حضور دارن. گفته میشه تیم النصر در حدود 36 ساعت در ایران حضور داره و فقط یک شب اقامت توی این هتل رو تجربه میکنه. بامداد چهارشنبه هم بعد از اینکه بازیش رو انجام داد به سمت عربستان بر میگرده. تیم النصر دقایقی دیگه در ظهر روز دوشنبه وارد ایران میشه و احتمالاً با جت شخصیشون حوالی ساعت 9 صبح به وقت عربستان حرکت میکنن از ریاض. حدوداً 2-3 ساعت پرواز دارن و حوالی ساعت 11-12 صبح به وقت ایران به فرودگاه میرسن که حالا اون چیزی هم که مشخص شده احتمالاً فرودگاه مهرآباد میزبان جت شخصی النصر هستش، اما ممکنه خب توی آخرین لحظات فرودگاه هم تغییر بکنه و فرودگاه امام جایگزینش بشه. ولی خب با توجه به فاصله دوری که فرودگاه امام از مرکز شهر و هتل اسپیناس داره احتمالاً این اتفاق نیفته و همون فرودگاه مهرآباد هتلی فرودگاهی باشه که هواپیمای النصر میشینه. تیم سکیوریتی و اسکورتی هم که قرار وظیفه حفاظت تیم النصر رو بر عهده داشته باشه حرفه‌ای ترین تیم دولتی هستش که مأموریت‌های اسکورت رئیس جمهورهای کشورهای مختلف رو که به ایران سفر میکنن بر عهده داشته و چند سال قبل هم میزبان پوتین رئیس جمهور روسیه بود. حالا قراره که بازیکنهای النصر رو هم از فرودگاه تا هتل هدایت بکنه این تیم. این تیم که از دولت مأموریت گرفته تلاش خواهد کرد که کوچکترین تماسی بین مردم و بازیکنها وجود نداشته باشه و مطابق برنامه همه چی پیش بره. همچنین تیم النصر از پاویون دولتی در فرودگاه مهرآباد خارج میشه و توی ترمینال های عمومی اصلا ترددی ندارن و به خاطر همینم عملا دسترسی مردم عادی به تیم النصر وجود نداره. پس اگه شما نقشه کشیدی که جلو در هتل وایسی که حتی شده از دور رونالدو رو ببینی، بگم که عملا این کار هم غیر ممکن هستش. اما این تشریفات کلن برای چند نفره؟ به غیر از رونالدو چند نفر قراره تو این اسکورت حضور داشته باشن و کلن تیم النصر با هیئت همراهش چند نفر میشه؟ بر اساس شنیده ها و لیستی که باشگاه النصر به پرسپولیس ارسال کرده، اعضای این تیم 55 نفر هستن و 30 نفر هم به عنوان مسافر در پرواز حضور خواهند داشت. البته با توجه به اختصاصی بودن پرواز ممکنه این تعداد کم و زیاد هم بشه. ممنون از همراهیتون با ما. حتما نظراتتون رو هم برام تو بخش کامنت ها راجع به حضور رونالدو در ایران و هتل اسپیناس که میزبان این تیم و رونالدو هستش برام تو بخش کامنت ها بنویسید. پیش بینیتون رو هم از نتیجه بازی پرسپولیس و النصر برامون کامنت بکنید. یک دنیا سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.